خب بزنیم به این چوب و چماق، بزنیم به این واقعا که چی میگه این که بالو حالا فکر کنم درست نشون بده. خب بزنیم من این فلشه یا چهار راهنما رو خاموش کنم. امروز یه چند دقیقه فرصت پیش اومد، گفتم با شماها یه صحبتی داشته باشم. یه ویدیوی خیلی خوبی دیدم از آقای مسعود خدابنده که از یکی از سران جمهوری اسلامی مجاهدین بوده و آقای سلطانپور در کانادا. این سعید سلطانپور هم ما مثل که دو سه نفر داریم هم اسم و هم فامیل هستن. در صورت خیلی بحث قشنگی بود راجع به این اتفاقی که دو هفته پیش در چیز افتاد، آلبانی چیک. انقدر این بدبخت مجاهدها در به در شدن این ور و بر رفتن، توی دفترچه فقط باید اسم جایی که رفتن بنویسی. من خدمت سربازی، خدمت که چه ارز کنم، خدمت کسی میره که دلخواه باشه. بعد از اون بارم میگفتن وظیفه، اونم غلط بود. وظیفه برای کسیه که بهش یه حقوقی بدن، در مقابل وظیفه ازش یه چیزی بخوان. خلاصه همه چی ما غلط بود. وقتی که سربازی تو دو تا تیپ و دو تا لشکر رفتم، گفتم عجب مکافاتیه، ما هی 3 ماه اینجا 6 ماه اونجا در به در شدیم. حالا این بدبخت مجاهدا میرن یه جایی رو آباد میکنن، میسازن، کاری هم که ندارن، ای دلشون خوش، ساختمون آباد میکنن، بعدم میگن ما حق آب و گل داریم، بعد میان میکننشون بیرون. از طرفی اتفاقاتی که افتاده امروز، حتی میگفت که ایران گفته که مدارکی که از به اصطلاح بازرسی پلیس یا حمله پلیس به اون آلبانی، همون کمپ اشرف 3, 4, 5, 6 خواستن اینا تا 1000 تا اشرف برن، در هر صورت به دست آوردن، سر از ایران در آورده. حالا ببینید که اینایی که فکر میکنن غرب میاد کمکشون میکنه که آخونده از بین برن و اینها، یک کمی از این خواب قفلت و خوشباوری بیدار شن. در صورت روزگار غریبیست، حسابی اوضاع ایران و اون عمان یا عمان و عربستان سعودی و آمریکا و اینها و رابطه ای که دارن، مثلا اون رابرت مالی رو فعلا گذاشتن کنار، گندش بالا اومده. از اون بر بایدن اومد گفت که خب ما توی افغانستان با طالبان سازش کردیم که القاعده رو از بین ببریم. و شما ببینید اینا حتی خب 13 تا آمریکایی کشته شدن، چندین نفر افغانستانی کشته شدن، چندین صد نفر، چند صد نفر مجروح شدن اینا، ولی برای اینا اصلا این چیزا مهم نیست. مهم اینه که نفت ارزون باشه، مهم اینه که اسلحه هاشونو بفروشن و اسلحه هاشون هم گرون بفروشن. همین دیروز میگفت که نمیدونم چقدر از این هرچی از این هواپیماها باز دادن به اسرائیل، خوب همه رو که گفت، آخرش گفت البته اینا رو با کمکایی که آمریکا به اسرائیل میکنه پولشو پرداخت کردن. خندم گرفته بود، گفتم ببینیم این شرکت ها نمیخوان یه کمکی هم به ما کنن، یه هواپیمای F-35 به ما بدن یا یه ماشین درست حسابی به ما بدن. این ماشینی که من دارم رانندگی میکنم حالا فعلا مثل که باز برگشت. آره اینجا تو این پیچ خم و درخت ها و سیگنال و اینها یه جوری هم نزدیکای CIA هست. اینه که معلوم نیست که کار میکنه که قطع میشه. سرویس ما هم که معمولا ارزون ترینشو میخریم دیگه، نور علی نور. بله همین یه چند دقیقه بود گفتم بیام یه صحبتی کنم دیگه، مثل اون وقت هم وقت نداریم هر 2 روز بیایم بشینیم 2 ساعت آب و جارو و وسیله و امکانات
دیگران بیان هی صحبت کنن و برن دنبال کارشون. ولی اتفاق جالبی که برای من امروز، یعنی از دیروز افتاد، باز یه خانمی میگه از ایرانم، فکر نمی کنم، به نظر همچین کلاهبرداری قبلا هم شده بود و اون خانمارم من میشناختم، معرفی کردم به خانواده علی، نه علی طاهری، نه علی دراز، علی بنگی ترابی، بعد به یه اسم دیگه ای اومده بود، سوء استفاده میخواست بکنه، پول بگیره و اینها. متاسفانه اینها کاری میکنن که من و شما به آدمایی هم که محتاج هستن کمک نکنیم. این خانمه مثلا یه عکسی رو از یه جایی برشتود گذاشته بود، بعد گفتم خانم این عکسی که روبان مشکی کنارشه، خدایی نکرده مگه شما فوت کردی؟ خلاصه روزگار غریبیست. اگه میخواین کمک کنید اجازه ندید افرادی مثل اینها کمک کردن شما رو به اصطلاح از بین ببرن و شما کمک کنید. در صورت هستن افراد نیازمندی، حالا چه در خانواده خودتون، چه در محل سکونت، چه در اون شهر و دیاری که هستید، و اجازه ندین که یک افراد بیشرفی مثل اینها، مخصوصا خانوم ها هم تعدادشون زیادتره، اینا باعث میشن که شما بگید که همه اینا کلا بردارن. در صورت امیدواریم که هر جا هستید خوب و خوش و سالم باشید، کمک به دیگران رو فراموش نکنید. و من اون روزم تو برنامه گفتم نمیدونم این فیسبوک دیوونه است، اول چیزها رو وارونه نشون میده، بعد میگه حالا اگه شما میخوای درستش کنی برو اینجا، بعد از اینجا برو اونجا. خب پدر سوخته، همو اول درست نشون بده. روز روزگارتون خوش، با امید فردای بهتر برای همه انسانهای خوب. شما هم سعی کنید که جزو انسانهای خوب باشید. روز روزگار بر شما خوش.